امروز باز هم ما در جایی که قرار داریم قصه از بهترسازی شهر کابل است. تمام آبای کثیف فیلتر میکنیم چش از ملوث شدن صحات جلوگیری میشه. همین درخته کار که کندنی به خاطر چی است؟ یه پیاده رو جور میشه. کمی اتحاد دوستی بین هموطن بین برادر بسیار یک چیز مهم دانسته شده و همین باعث پیشرفت کشور باعث پیشرفت جامعه باعث پیشرفت تمام ملت ما میشود. روی مشکلات فوکس بکنیم. مشکلات به حد و اندازه است که اصلا تمامی نداره. به نام خالق هستی با تقدیم سلام، وقت بخیر عزیزان دل. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم. هر روزی که سپری میشه، هر زمانی که سپری میشه و هر روزی را که از نو آدم آغاز میکنه، واقعا خوبی های خودم داره، سختی های خودم داره و همچنان نگرانی های خودم داره. امروز خوشبختانه ما و همکارم سرحال هستیم و خوش به نظر میرسیم دیگه. من خوش هستم نایفم که امی جان در چی دم است. ما همیشه در برنامه سوژه تلاش میکنیم که محتوای متفاوت بر شما ارائه کنیم و تلاش میکنیم که برنامه‌ای را تهیه کنیم که مورد قبول شما قرار بگیره. امروز باز هم ما در جایی که قرار داریم قصه از بهترسازی شهر کابل است، سرکی که از ساحه دیمزنگ الا ساحه کوتی‌سنگی ساخته میشه. پیشرفت های سرک در این گزارش داریم و همچنان بعض موانعی که در این مسیر بود تمامش برداشته شده، به شمول پایه های برق بوده و قطع کردن درخت ها بوده که در وسط جاده قرار داشته و امی لحظه شما میبینین که کار جریان داره، لین و پایپ و بعض چیزهای دیگه که در این قسمت سرک بوده اونا هم کنده شده و انتقال داده میشه. نظریات مسئولین هم میداشته باشیم، با هموطنان هم صحبت ها رو میداشته باشیم و میپرسیم که پروژه به کجا رسیده، چقدر کارا پیش رفته، با ما یک جا بینیده باشیم. خب بیاین که از امی بزرگوار پرسان کنیم که اینجا چی قصه جریان داره. یک پایپ دیده میشه که طرف وصل میشه. السلام علیکم. سلام علیکم صاحب دارین. تشکر از همکارین تا از تلویزیون جهانی آریانا. خیر باشه. مسئول حفظ مراقبت پوانتون کابل هستیم. صرف به خاطر ذخایر آبهای زیرزمینی ما دو پایپ دو اینچ به خاطر آبیاری ساحات سبز طرح‌ریزی کردیم که یک فیلتر عمومی جور کردیم که آبایی که کثیفی که میاد فیلتر میشه و ساحات سبز پوانتون ما انتقال داده میشه و ساحات سرسبز ما را تقویه میکنه و در ضمنش به حساب حفظ و مراقبت و در پالیزی به خاطر موضوعات انوایرمنت یا محیط زیست این تمام آبای کثیف فیلتر میکنیم چش از ملوث شدن ساحات جلوگیری میشه. کلان کار میشه انجینر صاحب. یکی خمی فضای پانتون کابل واقعا دیدنی است. یک منظره بسیار مقبول داره، بسیار جای کلان است، وسیع است. این پروژه از قبل بود یا شما جدیدا روی این کار کردین؟ این طرح‌ریزی را ما شروع کردیم به خاطر از اینکه سال به سال آبای زیرزمینی از بین میره و ما به خاطر حفظ از این کل ذخایر آبی را در پانتون به شکل دورانی در نظر داریم. بسیار کار نیک است، ولی خوش شدیم قلبا. کاش که در کل افغانستان به این شکل شود. همین پایپ که آمده، بله.
چقدر از کدام مسیر آمده و اگر کم بیش بگین که این پروژه را که کار میکنین حدوداً چقدر مصارف شده باشه؟ مصارف پروژه را که ما کار میکنیم صرف تمدید پایپ است با یک فیلتر عمومی در حدود 1,400,000 افغانی هزینه میورداره که باز به چای از ملحقات از یک تانکر بزرگ در زمین افر شده با ظرفیت 100,000 متر مکعب آب که در او ذخیره میشه، از او بعد از او به تمام ساحات پانتون ما جای به جای میشه. آب که میایه آب دره پغمان است، آب کدام ساحه دیگه است؟ همین آب که بر شما آب که در این ساحات میایه این آبای سطحی است که از تشنابها و ساحاتی که به حساب رهایشی در تمام کانال جور میشه. این آب تقریبا از ساحات کوچه سنگی گرفته تا کمپانی و این طرف ساحات پل سوخته و سمت چیما جمال میره، تمام آبا در این کانال میایه. ما با همکاری شوروالی تانستیم که این آبا دور بتیم به طرف پانتون، به ساحات پانتون انتقال بتیم. کلان خدمت از آب فلتر میشه، اینی پایپا که ایجا وصل شد، فقط سایه سبز خود وزارت تحصیلات عالی پانتون کابل همین ساحات کلش آبیاری میشه. بلا از این آب دیگه استفاده کنم؟ نه خیر، نه، این آب ما انتقال دادیم به خود وزارت زراعت رسما سمپلای از او از طرف از او چی شد منظور شد که صرف اجازه دادن که به حساب آبیاری و ساحات سبز استفاده شود. خیر باشین، تشکر انجینر صاحب. خواهش میکنیم اکی. تشکر از چیز کار ساخته است. تشکر از تلویزیونتون که با ما همکار شدین و تشکر از خود ناحیه سیام که با ما همکار شدن و این را بر ما اجازه دادن که آب ما دور بتیم به این طرف. خیر باشین. یک دنیا تشکر. تشکر از شما. خیر باشین. سلام علیکم. خب دوستان، من فکر کردم که در ابتدا هماهنگی نداشتیم که این پروژه شاید مربوط خود امی ساخت سرک باشه یا کدام مشکل باشه که ایجاد شده باشه به خاطر قطع امی خود پایپا، اما یک خبر خوش بود دیگه، بر شما هم شریک ساختیم، انشاءالله رو موفق باشین. حالا میم روی خود سرک صحبت میکنیم و نظریات هموطنان رو میداشته باشیم. همین درخت هایی که قطع شده هر کدام از بسیار ارزش هم داره. خب چقدر اکسیژن تولید میکنه؟ خب دلایل خود اونا دارن که به چی سبب درخت ها رو قطع کردن، حتما امو موانی هایی که وجود داشته، مانعی که وجود داشته که حال مرا ملامت نکنین دوستان، مانعی که وجود داشته یا جایش درست نبوده به اون سبب قطع شده. صحبت ها را با عزیزان می داشته باشیم، چند تصویر ببینیم. السلام علیکم. بلد تو یک رقم اما تو فیلمی پایان شدی بسیار چی میگن؟ چی رقم میگن اموره؟ اکشنی. اکشنی آمدی یک رقم. ورزشکار خو نیستی؟ نه ورزشکار نیست. رفیقایت خو ورزشکار نیست؟ نه. نم چه ده؟ نم علی محمد. پختیا ولایت. علی محمد. سید. پختیا ولایت زرمت ولسوالی. ولسوالی زرمت. دم ولسوالی که زیاد جنگ بود. نه. یادم هست ما همیشه در خبرها میشنیدیم. امی تانگ خودت میشلانی؟ امی لنگره. خب چند سال است که به این پروژه کار میکنی؟ یارا 15 سال شد دریوری میکنی، سرکا کار میکنی ما. 15 سال شد؟ بسیار خوب. با چقدر وقت بعد چند ماه بعد میری خانه؟ خانه 2 ماه بعد، 2.5 ماه بعد میری در خانه. و بیام 5 روز، 3 روز تیر میکنی پس میاری. حالا دیگه کل عمر زدی در مسافری؟ آفرینه. ریشه ام چی میگه؟ ریشه سفید کردی؟ ریشه سیاه کردی؟
خواه آدم تب خوش خواه هستی. کارای سرک در کجا رسیده؟ کارای خود چی؟ در دیبوری رسیده، در کارتچار شروع است، در دیبوری رسیده. امی درخته کار که کندنی به خاطر چی است؟ یه پیاده رو جور میشه. خب این پیاده رو چقدر درخت بود اینجا؟ اینجا خو پیاده رو میاید، درخت دو طرف جور میشه، نو میندازه. پای برق خو انتقال نداده؟ نه اون انتقال نداده، علی خو انتقال نداده، معلوم نیست. چیز گفتنی دیگه باقی مانده باشه که در اندیوالا و رفیقا اگر بگویی شریک بسازی، در مورد کاربار زندگی شریک بگو. ولا چه بگو، یه رکم زندگی از در دریوری خو ایش زندگی نیست، کسب نیست، کسب سختی است. سختی است، بسیار سختی است. آسان نیست. آسان نیست، کل عمر در مسافری تیر میشه. این اینجا را اوپاشی هم کدین دیگه بخیر؟ اوپاشی کدی ها یک 15 دقیقه 20 دقیقه منده آتی خیر شروع میکنی، یه جای جور میکنی، به انجنرا میایا چیز میگیری 95-98 چیز هست، اون که میگیری بیا میگیسی کامیاب هست، برو در یه جای برو دیگه جای کار شروع کن، بیا دیگه جای میری دیگه جای کار می شروع کن، یه جای خلاص دیگه مواد میاندازید اینجا. والا هرچی هست امی وطن بازم آدم همه قدر کسه هم داشته باشد، امی آبادی وطن خوش می باشد. زنده با یکم دفعه همه از دل نمی گینه بیادر این قی کارها را خب این مردم ما می کنیم. خوش نمی باشید؟ بسیار خوش است. بسیار شکر. برای ما چیز خدمت. زنده با تشکر. صادقانه میگم. زنده با تشکر. ما هم تو بچه وطن هستیم. نه بسیار خودت هم تو کلیوالیستی، ما هم تو کلیوالیستی. بخیر باشی. قربانت. سلامت. بخیر باشی. وقت خوش. خب در مورد قطع درخت ها گفتیم، شما شاید هستنه که اینجا درخت هایی بوده که از سالهای بسیار پیش غصب شده بوده نهالش و ریشه در آنده بسیار بزرگ شده، امروز که قطع شده سببش هم شاید همی باشه که پشتیبانه نداره و فضایش تنگ شده، خردتر شده، یا شاید برنامه دیگه باشه به خاطر ساخت آبرو باشه یا برنامه دیگه که این چهار سرکی که ساخته میشه پلان است که کمک وسیع تر است. یک چیز من اینجا متوجه شدم در گذشته سالهای پیشتر که جایی که ساخته شده سنگکاریش و خود امو عمقش که متوجه میشی بسیار کم است، اما پروژه‌ای که امروز جریان داره تفاوتش با اینا بسیار فرق میکنه، هم از نگاه خود بدنه سازی سرک و هم در قسمت آبروا یا جویایی که ساخته میشه. میایم تو قدم زده میریم بالا و یک تصویر بر شما اینجا نشر کنیم، بعدا با یکی از هموطنام صحبت میکنیم. سلام، بخیر هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. قرار بخیر. چی حال داری؟ بخیر. بخیر. کجا رونده بودی؟ بخیر. از طرف کورس اومدم طرف خانه روان هستم. خب از کورس اومدی خانه میری؟ بله. خانه کجاست؟ خانه سرایراتی. این طرف دیمزنگ کوچسنگی درس میخونی؟ نه دوستون کارت چهار. کارت چهار چی درس میخونی؟ من کرسی چی هست؟ انجین موتر. انجین موتر؟ بله. خب این کدام مؤسسه است یا؟ مؤسسه است. بسیخه وقت بخیر درس های ادامه خود داشت؟ یک دو ماه دیگه ادامه داره، شش ماه طول داشت، دو ماه دیگه مانده دیگه بخیر خلاص میشه. خودت باز دیگه امو مستری موتر میشی دیگه؟ بله. انجینر موتر میشی؟ بله بله. بالا چی دی کم کرد؟ بله بله. خوب است که مقصد دا آینده به درد بخوره. خیلی خوب. ما در مورد امی سرک گزارش تهیه میکنیم، از گذشته بر ما بگو، از امروز بگو، چقدر تغییرات هم میبینی، چی گفتنی ها داری؟ والا تغییرات زیاد آمده، اول نی در سرک نی کوچا و خیلی امارت که آمد سرک ها کوچا دیگه کل چیزای ما را سمت کرد. بله آه. کوچهایتون سمت نشده بود؟ نه نشده بود. این حال خوب شده دیگر؟ بله آه خوب شده، حال دوزی از دوزی هم نستیم، دوزی موزی چیز نیست. خب در مورد همین تغییرات که در قسمت سرکا آمده نظر چی است؟ والا چی بگویم دیگه؟ حس خوب برات میتا وقتی میبینی سرک
امی منطقه یا منطقه دیگه جور شده، آباد شده، قیریزی شده. زیبایی است دیگه دی سرک که جور کنیم، زیبایی است دیگه کشور ما پیشرفت میکنه، برای ترقی و پیشرفت است. برو مزاحمت نمیشم، حالا شاید جای رونده باشی، کم کار داشته باشی، اگر کنم گفتنی دیگه داری ما در خدمت. بخیر باشی، هیچ گفتنی. تشکر، خدا حافظ. بعضا همه قدر جرات هم که میکنن آفرینش. بیا خود هم صحبت میکنی؟ بیا باش که با می دوستم هم صحبت کنیم. السلام علیکم. سلام خوب هستم. بخیر هستین؟ بخیر هستین. بخیر هستین. بخیر هستین. الحمدلله شکر. بخیر باشین. کم اکی طرف تر بیا. این رفیق آشنا هم از دیگه ما. بله. نوی جان. بله. چطور که گذر شد ما را بیادر پیدا کردی؟ سلام علیکم خدمت خودت و خدمت دستانکارات تلویزیون آریانا. از امی گذار تیر می شد، من از وظیفه آمدم طرف کورس می رفتم، خودتان دیدم آمدم که از نزدیک ببینم. که یاد ما غریبا می کنی، همیشه به یاد خدا باشی. خب ما خو یکان چکر می برایم بیرون، گفته مردم یک هوا خوری کنیم، یک تصویر، یک برنامه، یک گزارشه که بتانیم دوستام حداقل دلشان خوش شوه از آبادیا. قبلا امی سرک به یادت بود به چی وضعیت قرار داشت؟ بله، قبلا این سرک وجود نداشت دیگه، سرک بسیار ارزش کم بود و ازدحام بیدبار بین حوض زیاد بود دیگه. الحمدلله با کمک خدا و امارت سلامی بعد سرک های کابل بسیار وسیع شده، بزرگتر شده، جای بسیار خوشحالی است دیگه. خداوند متعال دیگه هم خدمت توفیق عمل نصیب کنه دیگه. عرض و پیشنهاد ما از امارت سلامی است که دیگه در رسه اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور جا توجه کنه که یگان شرکت ها که زمینه کار شغل بر هموطنان عزیز ما مساعد شوه که از این فقر و از این بیکاری دست پنجه نرم میکنن خلاصی بیاید. خدا بزرگ است انشالله. نوید عزیز، کل ما امید ما به خدا است و باید ما هم در مسیری که رضای خدا باشه در هر موقف و منصب که هستیم باید رفتار کنیم. امو بزرگای دین باید الگوی خود قرار بدیم و امو تو اخلاق و امو تو رفتار داشته باشیم تا هم مردم از ما رضایت کامل داشته باشه و هم میگه هم دل به دست بیاریم، هم چی میشه؟ هم گنج به دست بیارم، دل یار نرنجه. می رقم شد. بله بله بله، واقعا کوشش هدف نهایی هموطنان عزیز، ملت و رهبران میست که رضای خدا را به دست بیاریم. اما رضای خدا که از هدف اصلی ماست، خدمت به هموطنان شد، خدمت به ملت افغانستان شد، خدمت به هموطنان و کشور ما شد. این اصل سمبول، اصل میشن ما شما است که خدمت شود دیگه. تشکری میکنیم از شما، بسیار خوشحال شدیم که شما صدای ملت به تمام مردم افغانستان، به تمام کشورهای خارج میکشین. از شما جان سپاس تشکری میکنیم. خداوند شما را خوشحال داشته باشه، همیشه کامل باشین. تشکر، سلامت، وقت خوش براتون مرزو میکنیم. نوی جان دیگه رفیقا را اول داری خوب هستن همه گی؟ بخیر باشه، سلامت باشه انشالله. همی جوان همه تو نفس سک زده از همه دور آمد، گفت بیادرش برنامه صبح زندگی است. من گفتم نه، صبح زندگی نیست، برنامه سوژه است. ما ننه باشی، بخیر باشی، زنده باشی، خوب است انشالله، بخیر سلامت باشی، زنده و سلامت باشی. یک سلام برای شما و بیننده های شما، خدا کنه جور سعد من باشید، زنده باشید، بخیر سلامت. قصه کو چی گپاس، کجا بودی، کجا رونده بودی؟ اش خانه بودم، میخواستم طرف کورس برم، شما رو دیدم گفتم بیایم یک چند دقیقه که شما هم کلام شیم دیگه. همین دستاوردهای کشور خود بینم، خوشحال شدم. بسیار جای مسرت خوشحالی است که وطن ما پیشرفت کنه، ترقی کنه و جوانان ما دمیجه درس بخونه، زحمت تلاش خود کنه. اصل گپ همی است. بله بله، خو وطن پیشرفت کنه، هم جوانان درس بخونه، کار باشه. بله، هم جوانان کس ستون اصلی کشور را تشکیل میده، باید زحمت کنه، تلاش کنه تا هم کشور به ما امید داره، وطن، دولت، تمام می ملت ما، تمام اقوام ما، با جوانان امید داره، چشم امیدشون است که
تلاش کنه، زحمت بکشه و کشور آباد کنه. اگه ما بریم به کشورهای خارج بریم، خوی کشور کی آباد کنه؟ همین منشأش است که باید ما تلاش کنیم، زحمت بکشیم و کشور خود آباد کنیم و اتحاد داشته باشیم. ما بزرگترین چیز که در کشور ما متاسفانه بگویم یا شاید نیست، اتحاد است. بعضی جاها اتحاد ندارن مردم. قسمی که یک شعر است میگه: درختی دوستی بینشان که کام دل به بار آرد، نه حال دشمنی برکن که رنج به شما آرد. باید اتحاد و اتفاق بین تمام کشور باشد. با چی میگن؟ از محبت ها، از محبت خارها گل میشود. همه تو است. ما باید طور زندگی کنیم که بسیار مخلص، مخلصانه و اتفاق اتحاد از تفرقه میگه طرف جمع بریم. یعنی همدیگر رو بپذیریم، دوست داشته باشیم، نه ای که در زبان شعار بتیم، از قلب همدیگر رو بپذیریم. بله بله، قسم که در قرآن شریف میگه اگر قلب شما آلوده شود، فکر کن تمام اعضایتان آلوده شده. اگر قلب شما پاک باشه، فکر کن تمام اعضایتان پاک است. چرا که اتحاد دوستی بین هموطن، بین برادر بسیار یک چیز مهم دانسته شده و همین باعث پیشرفت کشور، باعث پیشرفت جامعه، باعث پیشرفت تمام ملت ما میشود. و ما در کشورهای خارج اگر بریم، ما گفته نمیشیم که پشتون است، تاجک است یا مثلا یزار است، به نام افغان یاد میشیم. باید اتفاق اتحاد بین خود بیشتر کنیم. دقیقاً. یک جوان است که نو نهال بگویم دیگه، تازه نفس است. این پیامش را بشنوین دوستا. اینمی میگه مش نمونه خروار. بعض ها را من بسیار از خلوص نیتشان، از طرز برخوردشان خوشم میاد که حس بسیار یک عرض ادب بسیار خوب دارن، یک حس بسیار خوب دارن نسبت به همه و انگیزه ها را باید رشد بدیم، نه انگیزه ها را از بین ببریم. خودت من حیث یک جوان، من حیث کسی که در این وطن زندگی میکنی، چی کمبودی ها را در این وطن احساس میکنی و چی پیامه؟ اگر در آخر بر ما من یک جمله بندی کنی کوتاه بگی برای هموطنان داشته باشیم. من حیث یک جوان، من حیث یک نسل آینده که افغانستان با امید پیروزی، افغانستان با امید موفقیت افغانستان که پیشرفت های زیادی داشته باشد. در نخست هر کشور مربوط به ارتباط به درس تعلیمش است. باید در کشور ما نظر شخصی خودم باید در سر معرفش کار شود، چرا که هر کشور ارتباط داره با تعلیم و تربیش که باید به همون اندازه که درسش، تفکرش و انگیزش، که انسان ها باید از خود انگیزه داشته باشه و انگیزه هم که از به تو شکل از درونی و بیرونی، و درونی خود انسان ها باید از خود داشته باشه و بیرونی انگیزه هایی است که متاسفانه بگم در افغانستان انگیزه بیرونی بسیار مقدار کم است، چون که جوان انگیزه نداره. ولی باز هم به هر حال ما باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم و کشور خود آباد کنیم. و آخرین پیام به ایست که جوان ها درس بخونه، زحمت بکشن و کشور خود آباد کنیم و در قطار کشورهای پیشرفته شامل باشیم. تشکر و سلامت. بیا در آغوش قربانت. خوش شدم از صحبتاش. برو بخیر بری، همیشه موفق و کامیاب باشی. سلام برسن. سلام خدمت شما. خوب هستم برادر، سیار شما خوب است، جور است. خودت اشاره کردی دوست ما را، یعنی اینا گپ بزنن شما گپ نمیزنن؟ این دوست ما صحبت میکنن برای همین. نام تان خوب بگین. اسم فرهان فردانی است. فرها چی؟ فرهان فردانی. فرهان فردانی؟ فردانی بله. هم نامت مشکل است هم تخلصت. بیا حالا که یکم نزدیکتر دوست هستن شما دیگه. بله. ما نباشید. السلام علیکم. خوب هستین؟ مرحبا، بخیر، سلامت. جای کار میکنین یا محصل هستین؟ ایره بر ما بگوین چه قسم است؟ فارغ تحصیل از پانتون طبی هستیم و فعلا هم بخاطر کنم جای وظیفه اپلای کردیم، بخاطر تای مراحلش همینجا اگه اصلا تایید میشود بخاطر زو آمده بودیم. یعنی دکتر شب دگه شما هم دکتر هستین یا پانزه شما فرق میکنه؟ نه خیر، پانزه ما فرق میکنه ولی از خودم که از پانزه حقوق علوم سیاسی، دپارتمنت علوم سیاسی رابط بین الملل است. خودت میخواهی در کدام سفارت کار کنی؟ خودت هم میخواهی که یکی از شفاخانه ها؟ خب، یکی حقوق علوم سیاسی، انجینری، دکتری یا طب بگویم، این پانزه هایی است که در افغانستان زیاد علاقه مند داره، خبرنگاری هم زیاد علاقه مند داره. خب، انشالله به کارتون موفق باشین. در مورد وطن چی گفتنی دارین؟ در مورد وطن گفتنی شخصا که اگر شما از ما پرسان بکنین،
از لحاظ چه بگویم برای شما؟ از هر لحاظی که میگین، از آبادی، از زیبایی، از مشکلات. وقتی گفتیم وطن کل قصه هست دیگه. درست است، مشکلات خود متاسفانه میبینین، اگر روی مشکلات فوکس بکنیم، مشکلات به حد و اندازه است که اصلا تمامی نداره، ولی ما روی نکات مثبت اگر فکر بکنیم برای فعلا خوب است، یعنی وطن رو به آبادی است و همه قدر. بله. باش که دوست ما چی میگن، خود چی نظر داری در مورد همی آبادی هایی که جریان داره؟ والا این رقم است که ما با مو اصطلاح عامیانه اگر بگیم، میگه پشت هر تاریکی یک روشنی است. فعلا خدا شرایط که مثلا ما در افغانستان قرار داریم، مثلا بعض مشکلات وجود داره، اما امیدواری است. مثلا میبینیم که ساخت ساز است، بعضی کارهای میشه که مثلا ما امیدوار هستیم. از جمله مثالش میتونم همین سرک بگیم. قبلا این مشکلات که در بخش ترافیک، مشکلات ترافیکی وجود داشت، همین سرک اگر جور شود یک از مشکلات بسیار بزرگ مردم را حل میشه. یعنی ما یک امید هست، یک امیدواری هست که ما مثلا بگیم که یعنی کشور ما در حال ازی است که روز به روز خوب میشه. و یک حسابی که یه است که میگه که هیچ خانه به اندازه خانه خود ما و شما نمیشه. یعنی می کشور کس چه خوب است، چه بد است، چه مشکلات خود داره نداره، خانه ما و شماست، جای ما و شماست. یعنی ما راحتی میکنیم، راحت هستیم، راحت هست زندگی میکنیم. کسی نیست که ما و شما رو بگه که شما چرا اینج میکنین یا اوتر میکنین. در کشوری که ما و شما باریم، با وجودی که اونا امکانات دارن، با وجودی که اونا بسیار با شرایط زندگی بسیار مدرن زندگی میکنن، اما به اندازه کشور خود ما و شما نمیشه. اما تو پخته و محکم قالبی بگویم، یعنی هیچ جای بر آدم وطن آدم نمیشه. راست هم میرخم است، اگر سختی هم است، مشکلات هم است، جنجال هم است، اما وطن ماست. بسیار خوش شدیم از صحبت های شما. برین که بیادر، عوام تاریک شده میره، حالا روزا کوتاه شده، مزاحمتان نمیشیم. خوش شدیم از دیدنتان، موفق باشین همیشه. بخیر باشین، خدا نگهدارتان. سلام علیکم. خب دوستان عزیز، از همراهی و حوصله‌مندی شما یک دنیا تشکر. برای همتان آرزوی خوشبختی دارم. هر قدمی که به خاطر آبادی وطن ما مانده میشه، ما از او کار دل خوش داریم و کار شوه که اساسی باشه، در آینده ها به درد بخوره، اما کلاخ روی آب بار نباشه. که مطمئن هستم این را همی شرکت های خصوصی هم که مسئولیت ها را گرفتن، حال دقتشان بیشتر است و خوشبختانه که هیئت از آدرس شاروالی کابل هم به خاطر مراقبت یا کنترل کیفیت کاری هم همیشه هست. برای همتان آرزو میکنم که همیشه صحت و سلامت باشین. از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین. الله یار و مددگارتان باشین.